ما معتقدیم فرهنگ شیعه، مذهب شیعه یک مذهب با منطق، با دلیل، با برهان. کسی که دلیل، برهان و منطق داشته باشه فحش نمیده، توهین نمیکنه. توهین مال اراذل و اوباش کوچه و خیابانه. بله. افرادی که منطق ندارن، بی منطقن، فحش میدن و اهانت میکنن. و اون برای شما عرض کنم شبکه لس آنجلسی یا سان دیاگو به ما هیچ ارتباطی نداره، خودشون پاسخگو هستن. بله. همین آقا دیشب یک تیکه یا خانمی همون عبارتهایی که من اون شب دوشنبه مطرح کرده بودم آورد و همون جا هم دیدیم شروع کرد اهانت و جسارت کردن حتی به خود ما و غیره. و من این رو گفتم، باز هم من دارم میگم، اگر کسی نسبت به زنان پیغمبر نسبت بیناموسی بده، بیشرفی بده، فحشا بده و این منجر به اهانت به پیغمبر بشه، این کفره. هلو. من گفتم اگر کسی حد جلوی من کسی به ناموس پیغمبر نسبت فحشا بیناموسی بده و این اهانت به پیغمبر شمرده بشه، من تو دهنش میزنم. و این آقا رفته نمیدانم امام زمان میاد و حد جاری میکنه. بابا جان آخه تو که رجال نخوندی، تو که سواد نداری، حتی در رابطه با قضیه شیر دادن ابو طالب اون بابایی که جوجه هم حساب نمیشه، سواد نداره، تو منگنه انداخت نتونستی جواب بدی. اون وقت رفتی یک روایات جعلی، روایات دروغین، روایات بی سند، خب اینها رو مطرح کردن تو یک شبکه ماهواره. مردمم تصور میکنن فرهنگ شیعه اینه. خب با شما بیا یک روایت بخوان، بررسی سندی بکن یا تصحیح علما را بیار که حداقل مشخص بشه این روایت صحیحه.